سلام، امیدوارم که خوب باشید. مرام امجه کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک رپ هواشی دیگه. یه کوچولو عذرخواهی میکنم، سرما خوردم، تب و لرز زیاد و یکم صدام گرفته، پیشاپیچ عذرخواهی میکنم. دیروز جناب آقای زیروتون وانکی دیگه آهنگی داد به اسم چاقو کشی و تیکای رو انداخت به خیلی ها و یک سری هواشی رو ایجاد کرد که میخوایم بریم با هم بررسی کنیم ببینیم چه جوریا بوده. اما قبل از هر چیزی یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی اگه از ویدیو خوشت اومد، لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حالا کردی هم دیسلایک کن و دلیل شو بنویس، البته دلیل منطقی. میریم که با هم این رپ هواشی رو داشته باشیم. همونطور که تو اینترو گفتم، دیروز یک موزیک رو منتشر کرد زیروتون وانکید و نمیدونم چرا داره این کارو با خودش میکنه زیروتون وانکید، و عملاً توی یه سال و نیم گذشته به جز دیسترک و حواشی عجیب غریبی که با دوست دخترش و اینا داشت، خیلی اتفاق عجیبی داره واسش نمیفته و اینجوری سر و شیبی داره میره به سمت دره. اما بعد از اینکه آهنگش اومد، دو نفر وایس گذاشتن، یکی شادرویت بود پیامیرم نوشت که رو وایسش میبینید که راجبه محلشون صحبت میکردم، گفت تو اینجا نیومدی، چرا انقدر از اینجا میخونی مثل اینی که مکه نرفتی بگی حاجی. بعدش هم ایسین که این روزها میگه بتمن به خودش، اونم وایس گذاشت. میشنوی تو فقط واسه دخترا بدبایی. اما کجا بودی دلمون واسه تن شده بود. بعد یه مدت اومدی بازم ریدی، ها بازم ریدی، هاکی تو سرت. راست فکرم مندی ترک داده تو عصر یخبندان سید. یکی از کسایی هم که تو آهنگش دیس کرده بود زیروتون وانکی جناب آقای سجاد شاهی بود که خیلی زود اونم واکنششون داد. همچی چیزی نوشه اول، نمیخونیم از روش. بعد نوشه تو رو پس تو دختره زده، اشاره میکنه به اون داستانش با دوست دخترش و کتککاری که داشتن، فکر کنم تو همین 3-4 ماه گذشته بود. بعد نوشت تو فیلم در اومد اصلا کاری باد ندارم، فید ایری. و اینم دو تا اشاره داره، یه دونه اون فیلمه که میگفتن حسین خاک گرفته و یه دونه هم دعوا با سپهس بود و بعد کنسرت و اینا، البته دو تا بود، یه دونه هم که همون دعوای با دوست دخترش. بعد نوشت تو اول آخر دریل یه خنده گذاشت، در آخرم نوشت اینم توش یه قوی هم به ما نمیندازه درست حسابی، یکی از یکی پلشتر. خب همونطور که یادتون باشه جناب آقای توهی و رضا پیشرو تو آهنگ بگو سلام دو گفته بودن که ما چاغالم نبودیم که بشیم وارد بلک کتس، و بعد از تقریبا 2 هفته خلسه و سیجل واکنش نشون دادن. البته نمیدونم، شاید کسی دیگه هم حرفی زده بوده که اینو دارن میگن، چون مدل حرفاشون یه جوریه که نمیخوره زیاد به رضا پیشرو، اما به عنوان اینکه به رضا پیشرو و جناب آقای توهیه داره میچرخه. نکته جالبم اینه که سپر خلسه رو خیلی وقت بود تو حواشی نداشتیم، خلسه‌ای که قدیما خیلی تو حواشی ها بود، خیلی وقت بود نبود. بعد از اون لایوی که فحاشی کرده بود به یکی از بچهای ریاکشن و اینا، خیلی نبود اصلا تو داستان حواشی و اینا. اما اول از همه نوشت اگه یه نفر تو اون بلکت خفن بوده اون سمیه، همین سمی بیگیو میگه تف ندین بابا از حسودی اینجوری، و اشاره میکنه. حالا جالب اینجاست، قدیم ها خود جی جی به سمی بیگی میگفت سمی گیگیا، ولی حالا خب دوست شدن با هم دیگه، کارهای هیتی هم با هم منتشر کردن. بعدم سیجل نوشت حتی اگه کسی رو کمک کردی و اون از هر انتظاری بالاتر رفت، حسودی نکن، افتخار کن بهش، سمی یکی از سمبل های موزیک ایرانی که باید بهش افتخار کرد. نکته که میگفتم خیلی به رضا و توی نمیخوره، چون تو گنده شدن و به هر حال کریر سمی بیگی رضا پیشرو توی خیلی تأثیری نشن، به جز حالا دو تا آهنگی که توهی و سمی بیگی با هم دادن، خیلی هم ترکیده بود، یکیش هم با من میرقصی بود که ترکیده بود. و همین، نمیدونم حالا خبری دیگه ای بوده از سمت خود بلک کتس، بچهای پاپ و حالا موزیک لس آنجلس اینا، نمیدونم، اگر میدونید بنویسید. ولی خب به نظر میومد که حالا نیم نگاهی هم به توهی و پیشرو داشتن. در آخر هم جناب آقای پوری آدرویت که تو رپ هواشی قبل گفتیم دمش گرم که تغییر رویه داده اینا، برگشت به تنظیمات کارخونه، یه لایو گذاشت، مستم بود. اول از همه که دوباره گرفت رو شان رگ و فوش و چرا جواب نمیدی و اصلا سپردمت به فلانی و اونو پوشش نمیدیم دیگه، اصلا این داستان شایان رگ و پوری آدرویت مضحکه واقعا. و حالا رفت تو لایو و مست بود و خیلی عصبی راجع به اینکه مفتشو بردن تو سکشن 13 و خیلی چیزای دیگه صحبت کرد، یه تیکم به کوروش انداخت و خیلی دیگه. خلاصه لایوشو میبینی نری، نمیدونم زیر لیبل سکشن 13 سکشن 16 کسچر پوتکه این چیزا واسه تون بمونه، نونه آب نمیشه رو کیره خودتون فلکس باید نمیسن. ما هم اشتباه کردیم چارجه رفتیم به مولا، فلان آرتیست میاد خایمالی رپ فلان رپر رو میکنه، میونه رفته رو اکسفلور، تازه یادش میفته میاد از فلان رپر حمایت میکنه.
یک شگی و من داداش 3 سال پیش باهاش کانکت زدم، دیدم باحال میخونه، همون موقع فالوش کردم. گندگوزای رپ فارسی یارو دیدم مثلا یه ذره تو اسم داره ترکونده اومده، مثلا یارو استوری میکنن میخوان سریع نمیدن اون یکی یه کسشر بده تو لیبلش بیاد ویدیو بده، کوتک یالغوز الان میاد نمیدونم میده اون یکی یه چیزیه. برید بابا برید کیرم تو دهنتون، مفبری نکنید ناموسم، مفبری آرتیست بسته، ناموسم مفبری بسته. نه جدی دارم میگم بابا، رپ فارسی کیری مفبره، آرتیست ها که کیری زاغارتن، حضرت عباسی آرتیست ها کیری زاغارتن، یارو چونی هرونزاده خب میدونه تو میبینه که یه روزی میتره کنی خب، ولی وای میسته ببینه تو چی کار میکنی، میبینه مثلا ترکونی داری میفتی رو اکسپلو، یه ذره آرتیست نسل یکی باشه، نسل دویی باشه، نسل سهی باشه، هر بی ناموسی که باشه میاد خواهی مالی تو میکنه خب، میاد خواهی ها تو ماتش میکنه چنل خودشو بیاره بالا، یارو میاد میگه یه نم یه سکسن 16 بده، یه استوراق 13 بده، اون یکی میاد میگه یه نم استوراق ریپیت بده، اون یکی میاد میگه فلان داشتاقو بده. داداش جون ناموستون فاز زرنگی نگیرید، کیرم تو دهن اون آدمی که فاز زرنگی بگیره تو مارکه، جدی دارم میگم کیرم تو اول آخر اون آدمی که فاز زرنگی بگیره تو مارکه، فاز زرنگی اینقدر نگیرید ناموستون، آخرش هم چون خودتون رو میکشید بالا خواه، چهار تا بچه سال اینجا کیر خودتون میکنید. من که 31 سالمه دارم میبینم شما چه آدمای لاشی هرومزاده ای هستید، چونی بازی اینقدر در نیارید ناموستون، یون راگوز تک تکتون رو میبندم به حضرت عباس، چیر میکنم تو دهن تک تکتون. تو خود رفتی تو سکشن 13 پوتک داداش، اشتباه کردم مفتم رو بردن به حضرت عباس، مفتم رو بردن، یه کلیپی که خودم گوشم تو یوتیوب داداش 120K 130K خوردم فرستادم رو یوتیوب پوتک، 150K خوردم، چیرم تو اون ویو، اگه اون ویو رو رو یوتیوب خودم میزدم نصفش رو میزدم پولش تو جیبم میرفت داداش، چونم نمیسوخت الکی چون پوتک رو گنده کنم، کسشر به من نگید بابا، کیرم تو دهنه خودم خودتر نامزم، یعنی کیرم تو مرد زندت شایان رد، کیرم تو اول آخرت شایان رد، اول آخرتون رو گاییدم کسکش قرار بذارید، کیرم تو اول آخرتون قرار بذارید، مرد کونیای بیناموز الکی کسچر جب ندید تو این واتساپ و ماتساپ و این اینستاگرام و تلگرام، شاشیدم تو خارمادر ایلان ماسک الکی کسچر ندید ناموزم، یه مرد چرسی چه چونیه بابا، کیرم تو دهن چرسی، چرسی رو ولش کنید بابا، چونیه بچه سال بونجله بابا، خایماله بابا، چرسی چه تخم سگیه، ریدم تو اول آخر چرسی بابا، اسم این چونی ها رو نیارید اینجا ناموسم، کیرم تو دهن چرسی، چرسی چه کسکشیه بابا، بی ناموس، اسم نیارید اینجا بابا، به ابوالفضل فش میکشم حضرت عباس، اسم نیارید، جز رفیقای خودم اصلا اسم چونی مونی نیارید اینجا، یارو گچکاری ساختمون میکنه این رپ فارسی واقعی تره، یارو بنایی میکنه، یارو و حضرت عباس، من خودم 20 تا کارگر دارم تو ساختمون، کیر تو مرد زنده اونی که خالی ببنده، 20 تا کارگر دارم تو ساختمون، انقدر دروغ و خالی بندی نمیبینم، یارو صاف و صیف وایساده داره ملاتشو میذاره، کارشو میکنه، دستمزدشو میگیره، پولشو میگیره میره، بابا رپ فارسی چقدر چونیه، این رپ فارسی چقدر چونیه، کیرم تو شاخه، یعنی واقعا مگه میشه اینقدر چونی باشه آخه رپ فارسی، این حد چونی بودن تو رپ فارسی آخه چجوری میشه آخه، یارو 30 کیلو باشه گنده بگوزه، یارو 30 سانت باشه گنده بگوزه، مگه میشه آخه، یارو شلوارک بپوشه گنده بگوزه، کجا میشه آخه اینا، و ول کنید تو رو مولا. دیدیم خلاصه لایوش اونجا که در رابطه با بیگ شگی صحبت میکرد، منظورش کوروش بود چون کوروش استوری زد، من خودم از استوری کوروش دیدم اونو و چقدر اجرای خوبی بود، همه شرم لذت بردیم، ولی دو تا مسئله اینجاست، یک مثلا اینکه مفت تو بردن پوری آدروی تعزیز، من فکر نمیکنم چون یک سالی تقریبا گذشته، شما اوریج ویو اون موقع انقدر نبود و خیلی ها بیشتر شناختنت، این یک
گزینه دوم خب شما این همه موزیک ویدیو اینا خودت دادی، یکی دو تا شاید یکم آنچنان جواب گرفته باشه روی یوتیوب. نکته بعدی راجع به این که میگن تو یکی نتره که نمیان سراغش، توی رپ فارسی تنها چیزی که آرتیستا دارن مانتلی لیسینر، یعنی چیزی که میتونن بهش فلکس بکنن، مانتلی لیسینر و تعداد مخاطب، و زمانی که میخوان اینو به اشتراک بذارن باید حواسشون باشه چون سود آنچنانی واسه شون نخواهد داشت، یعنی اینکام مالی نخواهد داشت. با توجه به اینکه ما میبینیم توی رپ فارسی استعدادهای جدید که خیلی ها حمایتشون کردن بعدن به همونا پریدن تیکه انداختن دیگه، مثالاشو دیدید خیلی بودن، این ریسکو خیلی ها نمی کنن چون یا هوا برشون میداره، یعنی یه جوریه که وقتی به یکی حال میدی فهم میکنه خودش خفنه، نمیگه دمش گرم خفن بود به من حال داد. همین الان تو پوری آدرویت هم داریم میبینیم که میگه مفت ما رو بردن. برای همین این سیاست شک گرفته، زمانی که یکی جوابشو گرفته اوکی معروف ترت میکنیم، یه درآمدی هم میشه بغلش در بیاریم، چون واقعا نمیشه اعتماد کرد و حال نمیگم سیاست درستی ها، اما فضا باعث شده اینجوری بشه. اما در کنار اون ما خیلی آرتیستای دیگر هم داشتیم که ترند نشده بودن با آرتیستای دیگه ترند شدن، مثالشون کم نیست، ولی خب اکثرا میگم از اون کارهای عجیب غریب کردن، تعداد کمی از اون کارهای عجیب غریب نکردن، سر همین آرتیستا میترسن و راجع به این داستانم که میگه تا ترند نشه خیلی حمایت نمیکنن، خب این فکته، چون خود منم خیلی ها رو معرفی کردم به بعضی از آرتیستا، گفتم اون خفنه و اینا، نرفتن سمتش تا زمانی که طرف ترکون، اون موقع بود که رفتن سمتش. ولی اول و آخرش بازی اونقدی گنده نیست که هر کی بخواد وایسه یه گوشه بزنه بقیه رو بگه تو بدی تو بدی اینها، و الان زمانیه که بیشتر باید دست به دست هم بدن، بیشتر از همیشه رپ فارسی تایمیه که باید دست به دست هم بدن و به امید روز که اون داستان بیاد دیگه بس دیگه. بازی ها هی دعوا و فلان و اینا، یکی حمایت میکنه بهش میگن چاغال تا ترکیده حمایت کردی، یکی حمایت نمیکنه میگن چرا حمایت نمیکنی، یکی حمایت هم میکنه میگه مفت ما رو بردی، اینجوریه دیگه. یعنی اینجوری هم نباید باشه، یعنی قدرشناسی کمه تو مارکت، خیلی کمه، تعداد کسایی که با مرامن انگشت شمارن، پس میشه حق داد به اونایی که بزرگترن بترسن و حوصله نداشته باشن، حوصله درگیری و فلان و اینها، مگر جایی که واسه شون سود داشته باشه. به هر حال شرایط جامعه است که سیاست ها رو شکل میده واسه اینکه بتونی ادامه بدی و کمتر آسیب ببینی، یه سری سیاست ها شکل میگیره، از پایه کلا بازی غلطه. خلاصه این از این، این بود از این حواشی دو روز گذشته، فکر میکنم میشه 28 تا 30 شهریور 1403. دمتون گرم که تا لحظه ویدیو رو تماشا کردید، ببخشید بی انرژی بودم، دارم میمیرم. سی یو سون خدافظ. برم میشه حواشی نایمد جایی بریم بذار برم خدافظ.